نقاطو بذارم تو تابم ایگرگش در بیاد، شکل مثلث رو در بیارم. الان من اگه یک بذارم ایگرگم در میاد یک، دو بذارم صفر، صفرم بذارم صفر. حالا نگاه کنی، این صفر و صفر، این دو صفر، این یک و یک، این شد مثلث من. از روی شکل کامل معلومه متساوی و ساقینه، ولی گزینه چهار رو نگاه کن، طراح اذیت کرده، از تو خواسته که تو بررسی کنی که این قائم زاویه هم هست یا نیست. چجوری میتونم تشخیصش بدم؟ نگاه کنی الان این جایی که این روبرو داریم یه واحده، اینجا، اینجا هم یه واحده. من اگه یه زاویه اینجا بگیرم به اسم تتا، تانجانت تتا مقابل به مجاور یکه، ایول، یعنی تتا 45 درجه است. حالا وقتی این یکی 45 درجه است، اون یکی هم 45 درجه است، پس اون بالایه چند درجه میشه؟ 90. یعنی جواب گزینه چند میشه؟ 4. تایی کاری که میتونه انجام بده همینه. خب سوال شماره 24 و 25 رو قبل از اینکه حل منو ببینی، ویدیو رو پاس کن، خودت حل کن، بعد حل منو ببین. خب 24 رو ببین. میگه تابع با ضابطه x در قدر مطلق x دو منهای 1 و دامنه بسته منفی 2 تا 2 چند تا نقطه بحرانی دارد؟ بچه ها از مشتق ناپذیرها کیا اینجا داریم میبینیم؟ قدر مطلق. پس من دو تا مثبت و منفی 1، این دو تا نقطه بحرانی، از طرفی سر و ته بازم که بحرانیه، تا اینجا شد چند تا؟ 4 تا. خیلی ها توش حالا اصلا می نبوده. حالا باید مشتق بگیرم بذارم صفر. مگه قدر مطلق توی عبارتی ضرب نمیشه؟ وقتی که قدر مطلق توی عبارتی ضرب میشه، میخوایم مشتق بگیریم بذاریم صفر، عملا قدر مطلق بود و نبودش مهم نیست. یعنی ایگرگمون میشه x در x2 منهای 1، پس ایگرگ میشه x3 منهای x، مشتقش میشه 3x2 منهای 1 مساوی با صفر. از اینجا x مساوی میشه مثبت منفی 1 رو رادیکال 3، یعنی چند تا نقطه بحرانی داره؟ 6 تا. 25 میگه تعداد نقاط بحرانی تابع با این ضابطه رو روی این بازه پیدا بکن. دوباره اول بریم سراغ مشتق ناپذیرا. کیو داری میبینی؟ قدر مطلق رو داری میبینی. برای مشتق ناپذیرای قدر مطلق باید ریشه های این تو رو پیدا کنیم، میشه x در x2 منهای 1. یه دونه صفر داره، یه دونه یک داره، یه دونه منفی یک داره، همشون هم عضو دامنن. این شد سه تا. بریم سراغ سر و ته بازه. منفی یک که تکراریه، منفی یک اونجا داریم، یه دونه دو هم به عنوان آخر بازه اضافه شد، تا اینجا شد چند تا؟ 4 تا. حالا قدر مطلق هم که اینجا مهم نی، پس مشتق میگیرم دو تا و اینجا در میاد، باز میشه 6 تا. حالا ممکنه یکی بگه آقای تاری شما گفتی اگه قدر مطلق تو عبارتی ضرب شد میخواستیم مشتق بگیریم بذاریم صفر، اونجا مهم نیست، اینجا تو چی ضرب میشه؟ میگم تو یک ضرب میشه. 26 میگه اگه نمودار اف پریم این شکلی باشه، تابع اف چند تا نقطه بحرانی داره؟ تعریف نقطه بحرانی چی بود؟ دقت کنید، نمودار خود اف پی ما، تعریف نقطه بحرانی چی بود؟ نقاطی که اولا عضو دامنن، مشتق ندارن، یا مشتقشون صفر. بچه ها من نمودار اف پی رو دارم، هر جایی که بخوره به محور ایکس این رو صفر میشه. چند جا خورده؟ یکی، دوتا، ستا، چارت. تو این چارتا جا مشتق صفر. کجا مشتق ناپذیره؟ یه دونه اینجا میبینی؟ تو خالیه، مشتقش وجود نداره. یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا که مشتق بی‌نهایت شده. پس چهار تا مشتق مساوی با صفر داریم، سه تا مشتق ناپذیر داریم، رو هم دیگه میشه چند تا؟ 7. اینجا گزینه 4. ضمن اینکه این فصل پاسخنامه داره، شروع نکنید تون تون نوشتن. 27
میگه مجموع طول نقاط بحرانی این تابه با این ضابطه کدام است؟ دقت کنید، نگفته خود نقاط بحرانی، گفته جمعشون چقدر. نقطه بحرانی اول من مشتق ناپذیر پیدا میکردم، بعد مشتق مساوی با صفر پیدا میکردم. اینجا از مشتق ناپذیر رادیکال رو دارم، ریشه های زیر رادیکال مشتق ندارم، ولی نمیخواد خودش رو به دست بیاره، رو گفته جمعشون. تو الان زیر رادیکال یه عبارت درجه دو داری، عبارت درجه دو جمع ریشاش اس بود منفی بیام، یعنی بوده سه. پس جمع مشتق ناپذیرامون شد سه. اما بحرانی که فقط مشتق ناپذیرا نیست، مشتق مساوی صفر هم هست. پس یه بارم مشتقشو میگیری میشه یک روی سه تا فرجه سه x2 منهای 3x به اضافه 1 ضرب در 2x منهای 3 برابر میشه با صفر. یک از کی صفر میشه؟ وقتی که صورتش صفر باشه. پس x میشه 3 دوم، یعنی 1 و نیم. حالا طراح گفته جمعشون، چشم، جمع میکنی 4 و نیم میشه گزینه 4. 28 بسیار 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 سوال خوبیه. گفته تابع با این ضابطه نقطه بحرانی دارد، حدود آ کدام است؟ تابع با این ضابطه نقطه بحرانی دارد، حدود آ کدام است؟ خب ببینی، این قرار به اینه که نقطه بحرانی داشته باشه. نقطه بحرانی نقاطی بودن که اولا عضو دامنه بودن، دوما مشتق نداشتن، یا مشتقشون صفر بود. این از مشتق ناپذیرا رادیکالا رو داره، ریشه های زیر رادیکالا هم میدونیم مشتق ناپذیرن، ولی یه بحثی هست. الان این رادیکال تو مخرج قرار گرفته، اگه مخرج صفر بشه که اصلا عضو دامنه نیست، بنابراین نقاط مشتق ناپذیرش چون ریشه مخرج میشن مشتق ندارن، ولی بحرانی نیستن چون عضو دامنه نیستن. یه بار دیگه، مشتق ناپذیر داره، آره چون رادیکاله، ولی چون مخرج رو صفر میکنه عضو دامنه نیست، بنابراین نمیتونه بحرانی باشه. پس فقط اگر این بخواد بحرانی داشته باشه جاییه که مشتقش صفر بشه. مشتقش رو میگیرم، مشتق صورت در مخرج که هیچی، صفر، منهای مشتق مخرج، مشتق مخرج میشه یک روی دو برابرش ضرب در دو x به اضافه دو به روی مخرج به توان دو و بشه صفر. یک از کی صفر میشه؟ وقتی صورتش صفر میشه. دانش آموز الان میگه خب آقا تو x در آوردی، این آ میخواد، با x چیکار دارم؟ اصلا آ کو؟ میگم مگه شرط اول بحرانی نیست که عضو دامنه باشه؟ پس این منفیه که اگه بره زیر رادیکال باید زیر رادیکال رو مثبت کنه. اون زیر رادیکال جای x منفیه یک بذار، میشه یک منهای دو به اضافه بزرگتر از صفر، مساوی هم نمیذاریم چون ریشه مخرج. از اینجا میشه آ بزرگتر از یک، یعنی جواب میشه گزینه صفر. خب اما سوال 29 میگه طول نقطه بحرانی تابع f با ضابطه x به توان 4 سوم منهای x به توان 2 سوم در بازه منهای 1 تا 1 کدام است؟ اولا اینجا طراح رادیکال داده دیگه، این توان کسری ها یعنی رادیکال، ریشه های زیر رادیکال مشتق ندارن، پس صفر بحرانیه، پس گزینه 1 و 2 حتما جواب نیست، یا 3 یا 4. حالا باید ازش مشتق بگیرم بذارم صفر. من وقتی که مشتق بگیرم ازش میشه 4 سوم x به توان 1 سوم منهای 2 سوم x به توان منفی 1 سوم مساوی با صفر. قرار شد نصفشو ببری اون طرف، ضمن این که اون عبارتی که توانش منفیه رو تبدیل کنی به توان مثبت. حالا این 3 رو با هم دیگه میزنیم، اینم با این میره میشه 2. طرف این وسطه این میکنیم، دو تا x به توان دو سوم میشه یک، یعنی x به توان دو سوم میشه یک دوم. حالا بعضی بچه ها میگن این دو سوم فهمیدی از کجا اومد دیگه، یه سوم هم جمع کن. بعضی بچه ها میگن خب اینو چجوری حل کنیم؟
میگم تو لگاریتم بهتون گفتم این توان کسری ها رو رادیکالی بنویسی راحت تری. فرج 3 x2 شده 1/2. به توان 3 برسون، رادیکال بپره، جذر بگیر، گویا کنی، میشه رادیکال 2/4، میشه گزینه 3. پس ببین چیز جدیدی نداره، فقط باید با دقت حل کنی. مثلا بچه هایی که حواس جمع نباشن تو سوال شماره 30 گند میزنن. میگه مجموع عرض نقطه بحرانی 2 در قدر مطلق x به ضرب 2 منهای x2 کداست؟ اولا ما باید مشتق ناپذیر پیدا کنیم که بسم الله یه دونه منفی 2 در اومد، این که هیچ، اونو پیدا کنیم، ریشه داخل قدر مطلق. از تو میپرسم اینجا الان قدر مطلق مهم هست یا نیست؟ حتما مهمه. چرا؟ چون داره با اون x2 جمع و تفریق میشه، اگه ضرب میشد مهم نبود. حالا من اگه بخوام از این مشتق بگیرم بزنم صفر، یه بار باید بنویسم x های بزرگتر مساوی منفی 2، یه بار باید بنویسم x های کوچیکتر هم منفی 2. قدر مطلقه رو بر میدارم، قدر مطلقه رو بر میدارم، مشتق میگیرم، میشه 2 منهای 2 x مساوی با 0. اینو مشتق میگیرم، میشه منهای 2 منهای 2 x مساوی با 0. یه x در میاد 1، یه ایکس در میاد منفی 1. ولی چک کن آیا 1 بزرگتر از منفی 2ه؟ بله. آیا منفی 1 کوچکتر از منفی 2ه؟ نه. پس من دو تا بحرانی دارم فقط، 1 و منفی 2. چی خواسته؟ ارزشو خواسته. باشه، منفی 2 رو بذارم ایگرگش میشه منفی 4، 1 رو بذارم ایگرگش میشه 5، جمع کن میشه 1. خب رسیدیم به سه تا سوال آخری که از نقطه بحرانی باقی مونده. بچه ها کل تست های نقطه بحرانی و صعود نزولی رو بزنید، اینا میشن یه فیلم که میبینید. بعدش هم بحث اکسترموم های مطلق، تقعر، عطف رو میگیرم، اونا رو هم بزنید. تا قبل از این همین اینا رو با هم دیگه کار بکنیم کافیه. میگه حدود آ چقدر باشد تا نمودار این تابع دارای سه نقطه بحرانی باشد؟ بچه ها ببینید، ما الان قدر مطلق رو انداختیم دوره یه تابع درجه 2. سه تا حالت ممکنه به وجود بیاد. ممکنه تابع درجه 2 شما اینطوری فقط بالای محور باشه، قدر مطلق بگیری فرقی نمیکنه، همون شکل میشه، فقط یه دونه بحرانی داری، اون رأسش که مشتقش صفر میشه، پس این به درد نمیخوره. ممکنه تابع درجه 2 شما اینجوری مماس باشه، قدر مطلق که بگیری باز میاد همونجوری مماس میشه، باز یه بحرانی داره، به درد نمیخوره. اما اگر تابع درجه 2 تو این شکلی باشه، ازش قدر مطلق بگیری، اونایی که پایینن حذف میشن، این شکل در میاد، این یه بحرانی مشتق نداره، این دو بحرانی مشتق نداره، این هم مشتق مساوی با صفر، سه تا بحرانی در میاد. حالا اگه بخواد این اتفاق براش بیفته، زمانی که تابع درجه 2 دو تا ریشه داره، وقتی دو تا ریشه داره دلتاش مثبته، دلتا رو مثبت بذاریم میشه 9/2 منهای 4 بزرگتر از صفر، میشه 9/2 بزرگتر از 4، میشه آ2 بزرگتر از 4/9، که طبیعتاً جذر بگیریم آ میره تو قدر مطلق، 4/9 هم که جذرش میشه 2/3، و جواب گزینه چند خواهد بود؟ 1. خب سوال شماره 32 هم بسیار سوال خوب و فوق‌العاده‌ای. میگه تعداد نقاط بحرانی تابع با ضابطه براکت x در سینوس پی x روی بازه بسته منفی 1/2 کدام است؟ ببینی این تابع رو شما اگه بخواید برید سراغ مشتق ناپذیر و مشتق مساوی صفر و اینا اذیت میشید. خوب به حرف من گوش کنید. الان تو فاصله 0 تا 1 براکتتون چند میشه؟
صفر. اگر تو تابع سینوس ضرب کنیم صفر در سینوس چند میشه؟ صفر. ای شد ایگرگ مساوی صفر، شد یه خط افقی. یه خط افقی چند تا نقطه بحرانی داره؟ بیشمار. به عبارت دیگه اگه براکت داشت توی یه تابع دیگه ای ضرب میشد، بیگردید ببینید اونجایی که براکت صفر میشه تو دامنتون هست یا نه. اگر اونجایی که براکت صفر میشه تو دامنتون باشه، چون تابع رو تبدیل به خط افقی میکنه، بیشمار نقطه بحرانی داره. خیلی نکته به درد بخوری. اگر میخواد بزنه عقب‌تر دوباره ببین و بنویسش. اما آخرین سوالمون میگه نقاط بحرانی بر روی نمودار تابع x منهای 1 در قدر مطلق x2 به اضافه x منهای 2 سه رأس مثلثی هستند. مساحت این مثلث کدام است؟ گام اول پیدا کردن مشتق ناپذیر است که من قدر مطلق رو میبینم. بچه ها ریشه های داخل قدر مطلق این میشه x منهای 1 در x به اضافه 2. یه ریشش 1ه، یه ریشش منفی 2ه. این منفی دو بحرانیه چون مشتق نداره، اما این یکه فعلا نمیتونم بگم بحرانیه. چرا؟ چون اگه یادت باشه ریشه های ساده داخل قدر مطلق اگه ضریب صفر شونده داشتن مشتق پذیر میشدن. ما الان تو یک ضریب صفر شونده داریم مشتق پذیر. پس فعلا یه دونه پیدا کردم، حالا میخوام ازش مشتق بگیرم بذارم صفر. بچه ها اینجا قدر مطلق مهمه؟ نه. قدر مطلق رو بردار. ضرب کن عبارت رو، میشه x3 x2 منای 2x منای x2 منای x به اضافه ای. خب این که با این یکی ساده میشه. مشتق اگر بگیری میشه 3x2 منای 3 مساوی با 0. x یکیش میشه 1، یکیش میشه منفی 1. من سه تا بحرانیم رو پیدا کردم. چون گفته مساحت مثلث چقدره، باز شکل مثلث رو بکشم. اگه بخوام شکل مثلث رو بکشم، پس باید دقت کن، پس باید ایگرگشون رو به دست بیارم. منهای دو رو اگر جایگذاری بکنم، خب میشه منهای دو منهای یک میشه منفی سه ضرب در اونم که صفر میشه، میشه صفر. اگه یک رو جایگذاری کنم میشه صفر. اگه منفی یک رو جایگذاری کنم اون پشت که میشه منفی دو ضرب در منفی یک بتوان دو یک منای یک اونم میشه دو، میشه منفی چهار. حالا میخوام مثلثم رو بکشم. یک نقطش منهای دو صفر، یک نقطش یک و صفر، یک نقطش منفی یک و منفی چهار. این شد مثلث من. مساحتش قاعدش که سه واحده، ارتفاعش 4 واحده، میشه 6. پس بچه ها نقطه بحرانی و صعود نزولی تمام تستاش رو بزنید. خب بچه ها وارد بحث اکسترمومای مطلق میشه. اکسترموم مطلق یعنی چی؟ وقتی میگیم ماکسیموم مطلق یعنی بیشترین مقدار یک تابع در کل دامنه. وقتی میگیم مینیموم مطلق یعنی کمترین مقدار یک تابع در کل دامنه. پس این یعنی اکسترموم مطلق. اکسترموم لفظ کلیه. اکسترموم یعنی یا ماکسیموم یا مینیموم. مثل یک نواهی که میگفتیم یا صعودی یا نزولی. این هم همون بحثه. چطوری باید تعیینش بکنیم؟ مراحلش اینجا نوشتم. نوشتم ابتدا نقاط بحرانی را میابیم. مقدار تابع را به ازای نقاط میابیم. در بین این مقادیر بیشترین مقدار ماکسیموم و کمترین مقدار مینیموم مطلق است. این از این. اگر هم دامنه ندادن که خودمون تعیین میکنیم. اولین مثال رو نگاه کنی. میگه بیشترین مقدار تابع ایگرگ مساوی x منهای 3 x منهای 9 x به اضافه 5 در بازه بسته منفی 2 تا 2 کدام است؟ خب بچه ها گام اول اینه ما بریم بحرانی ها رو پیدا کنیم. مشتق ناپذیر که نداریم، فقط کافیه من ازش مشتق بگیرم بذارم صفر. وقتی مشتقش رو میگیرم میشه 3 x 2 منهای 6 x منهای 9 مساوی با صفر میذارم. چون جمع اولی آخری شده وسطی، یه ریشه منفی یک یه ریشه سه. سه قبول نیست. چرا قبول نیست؟ چون تو دامنه هم نیست. پس یه دونه منفی یک شد، یه منفی دو یه دو. این ستا رو میذارم تو تابع اصلی، برنده تو مشتقش بذاری تو تابع اصلی. سه تا ایگرگ در میاد، بیشترینش ده ماکسیموم.
این رو نگاه کن، کمترین و بیشترین مقدار تابع y مساوی x3 منهای 3x2 در بازه منفی 1 دوم تا 4. بچه ها باز مشتق ناپذیر که نداره، مشتق میگیرم میذارم صفر، دو تا x به دست میاد، یه دونه صفر یه دونه دو. اینجا یه تفاوتی با اون قبلیه داره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که آخر بازمو بازه. بچه ها تو به دست آوردن x در مورد مطلق، حتی اگر شما ابتدا یا انتهای بازتون باز بود، بازم مقدار تابع رو به دست بیارید. اما یه اتفاقی میفته که الان میبینی. خب من صفر دو منفی یک دوم و x رو نوشتم به سمت 4، چرا؟ چون 4 بازه دیگه، نوشتم به سمت 4. جایگذاری میکنم، صفر رو بذارم میشه صفر، دو رو بذارم میشه منفی 4، منفی یک دوم رو بذارم میشه منفی 7 هشتم، 4 رو بذارم میشه 16. کمترین مقدار کیه؟ کمترین مقدار اون منهای 4 است. بیشترین مقدار 16ه. اما این 16 به ازای کی به دست اومده؟ به ازای اون 4 اومده که عضو دامنه نیست. بچه ها اگر بیشترین مقدارتون به ازای اونی به دست اومد که بازش بازه، میگیم تابمون ماکسیموم نداره. اگه کمترین مقدارمون به ازای اون به دست اومد، میگیم مینیموم نداره. حله؟ اولین سوال ببینیم. میگه کمترین مقدار تابع ایگرگ مساویه یک چهارم x چهار، ایگرگ مساویه یک چهارم x چهار، منای x سه منای دو x دو کدام است؟ خب اولا که دامنه رو باید تعیین کنیم. دامنمون برابر هست با r، یعنی ما الان روی این دامنه ای که داریم r هست، یعنی هست منای بینت تا مثبت بینت. مشتق ناپذیرم که نداریم، پس فقط کافیه من ازش مشتق بگیرم که مشتقش میشه x به توان 3 منهای 3 تا x2 منهای 4x مساوی با 0. از یه x فاکتور بگیرم، از اینجا یه x هم میشه 0، جمع اولی آخری شده وسطی، یه ریشه اون منفی 1، یه ریشه اون منفی 3، یه دونم مثبت بینت دارم، یه دونم منفی بینت دارم. بچه ها من اگه صفر رو جایگذاری کنم، ایگرگش میشه صفر، منفی یک رو اگر جایگذاری کنم میشه یک چهارم به اضافه یک پنج چهارم، منهای دو میشه منفی سه چهارم، چهار رو اگر جایگذاری کنم میشه منهای سی و دو. مثبت و منفی بینت اگر بذارم، بچه ها ما تو بینت پرتوان میگرفتیم یا کمتوان؟ پرتوان. یعنی فقط این x چهاره میمونه. حالا که این x چهاره میمونه، چون توانش زوجه، چه منفی بینت بذاریم چه مثبت بینت بذاریم، جوابش میشه مثبت بینت. بین همه اینا کی از همه کمتره؟ منفی 32. پس منفی 32 میشه مینیموم من. خب 35 میگه اگه بیشترین مقدار تابع کای به اضافه 3 در x2 منهای 4x به اضافه کا برابر 0 باشد، مقدار کا کدام است؟ خب ببینید، دوباره بیشترین مقدار میخواد. من کافیه که یه مشتق بگیرم بذارم 0، xش در بیاد. وقتی ازش مشتق میگیرم، مشتقش میشه 2 در کای به اضافه 3 در x منهای 4 مساوی با 0. وقتی که این اتفاق میفته، از اینجا x من در میاد 2 روی کای به اضافه 3. بچه ها من اگر این x رو جایگذاری کنم جای x هم تو تابعه، ایگرگش باید 0 در بیاد. ایگرگش باید بشه 0. چرا؟ چون خودش گفته بیشتر مقدارش 0. میام جایگذاری میکنم، یعنی به جای تک تک این x هایی که اینجا دارم میذارم 2 رو کای به اضافه 3. وقتی به توان 2 برسه میشه 4 روکای به اضافه 3 به توان 2 منهای 4 دوتا 8 روکای به اضافه 3 به اضافه کا میشه 0. از اینجا این با این ساده میشه. بچه ها 4 روکای به اضافه 3 منهای 8 روکای به اضافه 3 مخرجاشون یکیه، 4 منهای 8 میشه منفی 4، ببرش اون طرف که مثبت بشه، یعنی بشه کا مساوی 4 روکای به اضافه 3. طرف این وسطه این میکنیم کادوه به اضافه 3 کا 4 رو بیاریم این بر، منهای 4 میشه 0. چون مجموع ضرایب 0 شده، یک ریشمون 1 در میاد، یک ریشمون 30 اوم در میاد. اما ماجرا اینجاست، هر دو اینا قابل قبول نیست.
بعضی از بچه‌ها تا بهشون میگیم، میگیم که اینا هر دوشون قابل قبول نیستن، میگه آها گفته بیشترین مقدار 1 میگیرم. نه خیر، یه ذره فکر کنید، تابعی که به شما داده تابعی درجه دومه. تابع درجه دوم کی بیشترین مقدار داره؟ وقتی رو به پایین باشه. پس اونی قابل قبوله که ضریب x دوش رو منفی کنه. حالا من الان اگه 1 رو بذارم کای به اضافه 3 میشه 4، مثبت قبول نیست. من اگه منفی 4 رو بذارم کای به اضافه 3 برابر میشه با منفی 1، منفی و قبوله، یعنی کای من عدد چند به دست میاد؟ منفی 4. حالا 36 میگه به ازای کدام مقدار کا بیشترین و کمترین مقدار این تابع در بازه 1 تا 3 قرینه همه. خب این که دامنه من مشتق ناپذیرم که نداریم، فقط کافیه مشتق بگیریم و بذاریم 0. من اگر بیام از این عبارتی که دارم مشتق بگیرم میشه 3x2 منهای 6x مساوی با 0. از اینجا 1x 0 در میاد، 1x2 در میاد، ولی 0 قبول نیست. چرا آقای طاهری 0 قبول نیست؟ چون 0 تو بازه 1 تا 3 نیست. خب الان من یه دونه 2 در آوردم، یه دونه هم 1 داریم، یه دونه هم 3 داریم. من اگر 2 رو جایگذاری کنم میشه منهای 4 به اضافه 1. 1 رو بذارم منهای 2 به اضافه 1. 3 رو بذارم کا. بین این سه تا بیشترین کیه؟ کا. کمترین کیه؟ منفی 4 به اضافه کا. حالا طراح گفته بیشترین و کمترین مقدارش قرینه همن. وقتی میگه قرینه همن یعنی کا هست منفی منفی 4 به اضافه کا، این یعنی قرینه دیگه. پس از اینجا کا به دست میاد 4 منهای کا. خب خانوم آقا الان منفی کا رو بیارم اینور میشه 2 کا مساوی با 4 و به سادگی کا در میاد 2. پس داستان اینه که شما باید مشتق ناپذیر پیدا کنید. اگه داشت مشتقش رو هم بگیرید بذارید صرف سر و ته بازم که هست، بیشتر و کمترین به دست بیاد. معمولا سوالاش همینه. 37 رو ببینید، گفته اگر در تابع x به اضافه قدر مطلق 4x-1 متغیر x در فاصله 0 تا 1 تغییر کند، حدود fx را بیابید. وقتی میگه حدود fx یعنی من باید بین مینیموم و ماکسیمومش رو بررسی بکنم و پیدا بکنم. بین مینیمومش چقدر ماکسیمومش چقدر، چون تابعش پیوسته است دیگه. بحرانیاش یه دونه 1/4 مشتق ناپذیر. حالا میخوام مشتق بگیرم بذارم 0. اینجا قدر مطلق مهمه یا مهم نیست؟ مهمه. گفتیم این قدر مطلق ضرب میشد میخواستیم مشتق بگیریم بذاریم 0، مهم نیست. اینجا که داره جمع میشه. پس من یک بار مینویسم x بزرگتر مساوی 1/4، یه بار x کوچکتر از 1/4. بزرگتر از 1/4 اون تو مثبت. مشتقش میشه 5. خب این که 0 نمیشه، به دردمون نمیخوره. کاسب نبودیم چیزی. کوچکتر از 1/4 مشتقش میشه منفی 3. خب اینم 0 نمیشه، یعنی از مشتق مساوی با 0 من هیچ ایکسی به دست نیاوردم، یه دونه فقط 1/4 بود. سر و ته بازرم که داریم دیگه، پس یه دونم 0 رو دارم، یه دونم 1 رو دارم. 1/4 بذارم ایگرگ 1/4، 0 بذارم ایگرگ 1، 1 بذارم ایگرگ 4. بین این مقادیر کی از همه کمتره؟ 1/4 مینیمومه. بین این مقادیر کی از همه بیشتره؟ 4، ولی ماکسیموم نداره. چرا ماکسیموم نداره؟ چون این 1 بازش بازه. بنابراین من اگه بردش رو بخوام میشه از 1/4 بسته تا 4 باز. این هست. اما 38 بچه ها گاهی اوقات ما میتونیم از ابتکار هم استفاده کنیم. ببین به طور کلی شما اگر بتونی شکل بکشی که خیلی خوبه، یعنی من تمام کاربرد مشتق میگم اولویتتون این باشه که بتونید شکل بکشید. اگر نتونستید شکل بکشید، توانایی رسم شکل رو نداشتید، مشکلی نیست، برید سراغ نامساوی ها. نامساوی ها مثلا چی ها؟ مثلا اینکه پرانتز توان دو همیشه مثبته. مثلا اگه نشد دیگه مشتق با اینا بگیرید.
مثلا سوال شماره 38 رو ببینیم. برگشته گفته کمترین مقدار تابع x به اضافه 1 تقسیم بر رادیکال x کدام است؟ خب من یه نگاهی به این میندازم، x به اضافه 1 تقسیم بر رادیکال x، میگم یک کسر دارم، صورت چند تا عبارت، مخرج یه دونه عبارت. خب هزار بار از اول سال گفتم تو این حالت ها تفکیک کنید. x تقسیم بر رادیکال x که میشه رادیکال x به اضافه 1 روی رادیکال x. بچه ها به این میرسید، بعضیتون میگه خب که چی؟ میگم تو تابه من یه چیزی بهتون یاد دادم، بهتون یاد دادم هرچی به اضافه برعکسش بزرگتر مساوی دوه اگه اون هرچیه مثبت باشه، هرچی به اضافه برعکسش کوچکتر مساوی منفی دوه اگه اون هرچیه منفی باشه. حالا رادیکال با فرجه زوج مثبت یا منفیه؟ مثبته. پس این بزرگتر یا مساوی دوه. پس کمترین مقداری که میتونه داشته باشه عدد چنده؟ دوه. خب 39 میگه بیشترین مقدار تابع قدر مطلق x منهای 1 به توان 2 منهای 8 در فاصله بسته منفی 2 و 2 کدام است؟ من اینجا میتونم اینو شکلم بکشم ولی میخوام حلش بکنم برات. اول برم سراغ مشتق ناپذیراش. از مشتق ناپذیرا کیو اینجا میبینم؟ قدر مطلق رو. برم سراغ ریشه های ساده داخل قدر مطلق. من میام x منهای 1 به توان 2 منهای 8 رو میذارم 0. از اینجا x منهای 1 به توان 2 برابر میشه با 8، پس x منهای 1 میشه مثبت و منفی رادیکال 8، بنابراین x میشه 1 مثبت منفی رادیکال 8. حالا 1 به اضافه رادیکال 8، رادیکال 8 دو رادیکال 2 دیگه، بذار اینجوری بنویسم گیج نشی. رادیکال 2 بود 1 و 4 دام، ضرب در 2 بشه 2 و 8 دام، با 1 جمع شه 3 و 8 دام، بیرون از باز است. بنابراین اون مثبتش قابل قبول نیست، فقط من منفیشو قبول میکنم. این یه دونه. حالا بریم مشتق بگیریم و بذاریم صفر. اگر من بخوام مشتق این رو بگیرم، قدر مطلق که مهم نیست، x میشه 1، اینم یکی دیگه، یه دونم که اول بازه و آخر بازه، در واقع دوتا دیگه، اینا رو بریم ایگرگاشون رو در بیاریم. من اگه 1 بذارم ایگرگش میشه 8، اگه اینو بذارم ایگرگش میشه 0، اگه 2 رو بذارم ایگرگش میشه 7، و اگر منهای 2 رو بذارم ایگرگش میشه 1. بین این 4 تا کدوم از همه بیشتره؟ 8. این است. پس ببینید شما حتی اگر، حرف من اینه، حواست نبود، اصلا نتونستی، بلد نبودی این شکل رو بکشی، با مشتق میتونی حلش بکنی. کافی فقط اصول بلد باشی. حالا مثلا پایینی رو نگاه کن، من متنوع میکنم که شما راه حل‌های مختلف رو ببینید. مثلا این پایینی رو شما با مشتق میتونی حل کنی ولی آسفالت میشی. من میخوام شکل بکشم. چرا؟ چون قدر مطلق که شکلشو بلدم، سینوس هم شکلشو بلدم. خب شکل میکشم و حل میکنم. ببینی؟ قدر مطلق x منهای 1 تو x های بین 0 تا 2. قدر مطلق x شبیه چیه؟ 7. منهای 1 یعنی یه باید اومده پایین. پس من یه قدر مطلق x منهای 1 دارم بین 0 تا 2 که این شکلیه، ولی من فقط بین 0 تا 2، یعنی بچه ها این تیکه ای که این پشت هست رو من کاری ندارم، من فقط این برش میکشم که اگر 2 هم بذاریم اون بالا میشه 1. حالا منهای 3 تا سینوس پی ایکس، من از اون اول سال تا الان یه چیزم خیلی هی به شما گفتم، هی از شما پرسیدم ایکس مهمه یا کمان، ایکس مهمه یا کمان، به من چی جواب دادید؟ کمان. الان تو محدوده ایکس رو داری، کمانت ولی پی ایکسه. نگاه کن، حالا پی ایکس میشه بین 3 پی تا 2 پی،
من باید بیام نمودار سینوس رو تو فاصله 2π/3π بکشم. الان اگر من این نمودار رو ببینم، میبینم که مثلا این شکل بین 2π/3π میشه این. این بین 2π/3π داره تو عدد منفی 3 ضرب میشه. وقتی تو منفی 3 ضرب میشه میفته پایین، یعنی شکل تو یه همچین حالتی میشه که این پایینش هم منفی 3. اصلا با پایینه که کار ندارم. گفته ماکسیموم چنده؟ خب معلومه یک. میگم مینیموم چنده؟ میگفتم منفی 3. پس ببین من برات متنوع حل میکنم برای اینکه ببینی با روش‌های مختلف آشنا بشی. شما همه رو میتونی با مشتق حل کنی، یه ذره سخته بعضی اوقات، ولی اگر رسم شکل مسلط بشی مثل سوال 40 خیلی سریع به جواب میرسی. حالا 41 میگه بیشترین مقدار این تابه کدام است؟ ببین مثلا اینجا مشتق گرفتنش داستان داره. تو براکت x بتوان دارو مشتقشو بگی ببینم، سخت میشه. رسمم که شوخیشم زشته، من بگم بیا اینو یه ذره تغییرش بدیم. از یه منفی فاکتور بگیریم، شد این. وقتی از یه دونه منفی فاکتور گرفتم، براکت x به توان دو منهای دوتا براکت x، قبول داری این یه ذره شبیه اتحاده؟ من میتونم اینو تبدیلش کنم به اتحاد. چی کنارش لازم داره تا اتحاد بشه؟ یه دونه یک. دست منه مگر اینجوری یه دونه یک اضافه کنم، یه منفی یکم میذارم کنارش. خب این چی میشه؟ این میشه براکت x منهای یک به توان دو. حالا که چی آقای تایری؟ میگم این منفیه رو توش ضرب کن به اضافه یک. اینو ببینی، پرانتز توان دو که همیشه مثبت، توی منفی ضرب بشه همیشه منفیه، یعنی این کوچکتر مساوی صفر. وقتی با یک جمع بشه میشه کوچکتر مساوی یک. پس این پرانتز توان دو مثبته، توی منفی ضرب میشه میشه منفی، با یک جمع بشه میشه کوچکتر مساوی یک. بیشترین مقداری که این میتونه داشته باشه عدد چنده؟ یک. پس ماکسیمومش میشه یک. این مدلی هم تو باید بلد باشی حل کنی، تو دانش آموز رشته ریاضی. حالا من توی تمام کلاس ها به این قسمت که میرسم، سوال 42 43 و 44 رو زمان میدم 3 تا سوال 8 دقیقه و میگم بچه ها حل بکنن. شما هم حتما بدون اینکه به پاسخنامه نگاه کنید، اینجا الان قبل از حل من ویدیو رو پاس کنید، این 3 تا رو حل کنید، بعد با حل من مقایسه کنید. بسیار سوال های مهم و به درد بخورید. خب سوال شماره 42 میگه بیشترین مقدار تابع f x مساویه x2 منهای 3x تقسیم بر x2 به اضافه 3 در بازه بسته 0 تا 4 کدام است؟ خب ببینی این که مشتق ناپذیر نداره، پس فقط کافیه من مشتقش رو بگیرم و بذارم 0. برای مشتق گرفتن ایشالله حواست به این هست که مشتقی کسریه، یعنی باید بگی مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بروی مخرج به توان 2، این شده 0. ضرباشو انجام بدیم میشه 2x به توان 3 به اضافه 6x منای 3x2 منای 9، اینم که میشه 2x3 منای 6x2. خب کیا با هم دیگه میرن؟ 2x ها که با هم دیگه میرن، منفی در منفی مثبت بشه، در نهایت صورت یه 3x2 داریم، یه 6x داریم، یه منهای 9. چون مجموعه ضرایب صفره، یک ریشمون 1ه، یک ریشمون 30ه. من الان باید بدونم که منفی 3 به درد من نمیخوره چون توی این بازه نیست. وقتی که توی اون بازه نیست، پس منفی 3 رو قبول نمی کنم، اصلا حذفش میکنم، یعنی 3 تا x کلا به دست اومد برام.
الان من اگه یک رو جایگذاری کنم ایگرگش میشه منفی یک دوم، صفر رو بذارم ایگرگش میشه صفر، چار رو بذارم ایگرگش میشه چار نوزدهم. بین اینها کی از همه بیشتره؟ چار نوزدهم. این هست. 43 میگه کمترین مقدار تابع با ضابطه 2x من x در فرج 3x در فاصله منفی 1 تایی که بسته کدام است؟ بچه ها یه مشتق ناپذیر دارم میبینم. کیو دارم میبینم؟ اون رادیکاله با فرج 3 رو. صفر ریشش. حالا میخوام از این مشتق بگیرم و مشتقش رو بذارم صفر. وقتی که میخوام از این مشتق بگیرم تو بحرانی یاد دادم بهت دیگه، اونو توانی بنویس تو این ضرب کن. یعنی میشه ایگرگ مساویه 2x منهای 1 در x به توان 1 سوم، میشه 2 تا x به توان 4 سوم منهای x به توان 1 سوم. مشتقش رو میگیرم میشه 8 سوم x به توان 1 سوم منهای 1 سوم x به توان منفی 2 سوم، میذارم صفر. بعد بهت گفتم یکیشو ببر اونور، اون توان منفیش هم مثبت کن. خب این سه که با این سه میره، طرف این وسط این کنیم x میشه 1/8. خب من الان 4 تا x اینجا دارم، یه دونه 1/8، یه دونه 0، یه دونه 1، یه دونه منفی 1. اگر اون صفر رو بذارم که ایگرگش صفر و هیچ، که ایگرگش صفر، اگه 1/8 رو بذارم ایگرگش میشه 2 تا 1/8 1/4 منهای 1 میشه منفی 3/4 ضرب در 1/2 میشه منفی 3/8. اگه 1 رو بذارم ایگرگش میشه 1 و اگر منفی 1 رو بذارم ایگرگش میشه 3. بین اینها همه منفی 3/8 از همه کمتره، برابر این جواب گزینه 2. 44 میگه بیشترین مقدار قدر مطلق x در x به اضافه در فاصله منفی 2 تا 1 کدام است؟ دوباره یه بحرانی در جا پیدا میشه، صفر، چون مشتق نداره. آقا اینجا قدر مطلق مهمه؟ نه، بگی مشتقشو پس، یعنی ایگرگ رو اول ضرب کن، حالا اگه مشتق بگیری ازش میشه 2x به اضافه 1 مساوی با صفر، x به دست میاد منفی 1/2. پس من اینجا الان یه دونه صفر رو درآوردم، یه دونه منفی 1/2، یه دونه منفی 2، یه دونه 1. اگر من بیام اینا رو ایگرگاشو به دست بیارم، الان منفی 1/2 رو اگر بذارم ایگرگش میشه 1/4، صفر رو به دست بیارم ایگرگش میشه 0، 1 رو جایگذاری بکنم ایگرگش میشه 2، منفی 2 رو جایگذاری بکنم ایگرگش میشه منفی 2. بین اینا کی از همه بیشتره؟ 2، یعنی جواب گزینه 2. اگر کسی این سه تا سوال رو همه رو درست حل کرده رو دمش گرم، دو تا هم قابل قبوله. میدونم بعضیتون تنبلی میکنید 43 رو حل بکنید، ولی واقعا قابل حله براتون. اما دو تا سوال داریم، سوالای 45 و 46، سوالای خیلی خفنه، جفتشون هم سوال کنکور. سوال شماره 45 گفته اگر آ بزرگتر است و ثابت و x متغیر باشد، مینیمم مقدار سه آ به اضافه x تقسیم بر فرج 4 آ سه در x کدام است؟ خیلیاتون اینو میبینین این سوال بعدی، بچه های اون سوال هم خیلی هاشون این کارو کردن. اما ببین قلقاشو من بهتون گفتم، هزار بار بهتون گفتم یک کسر داری، صورت چند تا عبارت مخرجی، یه عبارت تفکیک کن. یعنی الان شما کافیه بنویسی سه آ تقسیم بر فرجه 4 آ سه ایکس به اضافه ایکس تقسیم بر فرجه 4 آ سه ایکس. خوب حرف منو گوش کن، الان بالا یه آ به توان 1 دارم، پایین یه آ به توان 3/4 دارم. بالا آ به توان 1، پایین آ به توان 3/4. وقتی که شما بالا توانت 1، پایین توانت 3/4، تقسیم میشن توانا از هم کم میشن. پس بالا آ به توان 1، پایین آ به توان 3/4، بالا یه دونه آ به توان 1/4 میمونه. دقت کنی پایینم یه فرج 4x داریم به اضافه این یکی رو ببین.
بالا x به توان 1 داری، پایین x به توان 1/4 داری. خب تقسیم بشن توان از هم کم میشه، بالا میمونه x به توان 3/4، پایین هم که فرجه 4 آسه. پس من الان این دوتا رو میتونم ببرم زیر یه رادیکال، میشه 3 تا فرجه 4 ax به اضافه فرجه 4 x a به توان 3. با خودت میگی خب آقای تاری که چی الان؟ میگه الان مثلا خوب شد؟ چی شد مثلا؟ میگم یه دقیقه نگاه، من میام فرجه 4 x رو a رو اسمشو میذارم t. میگی خب، میگم x رو a رو وقتی میگیرم t، a رو x چی میشه؟ 1/3. یه 3 هم پشتش ضرب میشه، میشه 3/3 به اضافه t3. t3 کجا آمد؟ این x آمش تمام 3 داره. الان عبارتم ساده شد. حالا میتونم مشتق بگیرم ازش، میشه منهای 3 رو t2 به اضافه 3 تا t2 مساوی با 0. از اینجا یا t یکه یا t منفی یکه. منفی یکه نمیتونه باشه. چرا؟ چون t ما یه فرجه 4 گرفتیم. مگه فرجه 4 میتونه منفی یک بشه؟ پس t من شد 1. حالا یکو بذار تو این، 3 یکم 3، 3 یکم 3 با 1 4، پس مینیمم مقدارش میشه 4. سوال خفنیه، چند بار نگاه کن حلش. اما 46 میگه ماکزیموم مطلق تابع با این ضابطه کدام است؟ اینو بخوای شکل بکشی که نمیتونی، بخوای مشتق بگیری، سخت، ابتکار میخواد. به هر حال از این سوالات خاص هم توی کنکور مطرح میشه دیگه. من اینو چی کار کنم؟ فکر میکنم. میگم احساس میکنم همه تون این تصاویر رو قبول دارید که x با فرج 3 x برابره. میگی بعد قبول دارم. یه دقیقه زیر این رادیکال رو ببین، منهای x 2 شده. اینو گوشه ذهنت داشته باش، حالا حواست به من. شما وقتی دو طرف یه رابطه با هم دیگه برابره، یه طرف یه چیزی کم کنی، کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ کمتر میشه. یعنی الان من اگر از این طرف یه x2 کم کنم، کمتر میشه از اون بر. برابر بودن، اگه طرفش کم کردم کمتر شد. میگه خب آقای تاری کچین چه ربطی داره؟ میگه من x هم ببرم اون بر، الله اکبر، این همون تابع خودمونه. پس ایگرگمون کوچیکتر یا مساوی صفره، بیشترین مقدارش صفر. حله. خب راجع به اکسترمومای مثلثاتی یه سری نکته هم داریم، خیلی وقت تو کنکور کاری باش ندارن، ولی بدونی بد نیست، هرچند میتونی از مشتق و تغییر متغیرانه هم استفاده کنی. مثلا سینوس به توان 2n x بذار کوسینوس به توان 2n x، ماکسیمومش 1، مینیمومش 1 رو 2 به توان n منهای 1. مثلا a سینوس x به کوسینوس x به اضافه c، اگه x بین 0 تا 2 پی باشه، ماکسیمومش رادیکال a2 بذار به 2 به اضافه c، مینیمومش منفی رادیکال a2 بذار به 2 به اضافه c. اگر a سینوس تو به سینوس به اضافه c، یا برای کوسینوسش a کوسینوس تو به کوسینوس به اضافه c، یعنی شبیه معادل درجه 2 باشه، برای اینکه بیشترین مقدار یا کمترین مقدارش پیدا کنی، یه بار جای سینوس 1 میذاری، یه بار جای سینوس منفی 1 میذاری، یه بار جای سینوس منفی به روی 2 میذاری. البته دقت کن، منفی به روی 2ش باید بین منفی 1 و 1 باشه، مثلا جای سینوس 10 نمیتونی بذاری که. سه تا y به دست میاد، بیشترینش میشه ماکسیمم، کمترین میشه مینیمم. یه نکته دیگه هم هست، نکته رو بنویس. اگر یک کسر فقط بر حسب سینوس یا فقط بر حسب کوسینوس باشه، یعنی صورت مخرجش سینوس داشته باشه، صورت مخرجش فقط کوسینوس داشته باشه، یه جنس هم باشن، نه که یکی کوسینوس 2x باشه یکی کوسینوس x باشه، یه جنس باشن، ماکسیموم و مینیموم زمانی اتفاق میافتند
که سینوس و کوسینوس برابر یک یا منفی یک باشن. یعنی کافیه که یه بار جای سینوسات یک بذاری، یه بار منفی یک بذاری، ماکسیمم مینیمومش در بیاری. حتی یه دور تنوعش رو باید طی کنه، نه اینکه محدودش کرده باشن. حالا الان اینجا رو نگاه کنی، یارو اومده میگه کمترین مقدار تابع یک منای کوسینوس تو منای سینوس. من میام به جای یک منای کوسینوس تو، یک اینجا کم داره، به جای یک منای کوسینوس تو می‌نویسم سینوس تو. پس میشه سینوس تو، اوه این غلط تایپی هم اینجا داره، منهای سینوس شد سینوس تو منهای سینوس. آقا این همون معادله درجه دویی است دیگه. گفتم تو معادله درجه دویی یه بار جای سینوس یک بذار، یه بار جای سینوس منفی یک بذار، یه بار منفی به روی دعا بذار. من اگه سینوس رو بذارم یک، ایگرگ هم صفره. من اگه سینوس رو بذارم منفی یک این تو، ایگرگ هم دوه. من اگه سینوس رو بذارم منفی به روی دعا، سینوس هم میشه یه دوم. جایگذاری کنم ایگرگ هم میشه منفی یک چهارم. سه تا ایگرگ به دست اومد، بیشترین دو، کمترین منفی یک چهار. البته میتونیم تغییر متغیر هم بگیریم. یعنی چی؟ میگه بیشترین مقدار تابع رادیکال سینوس ایکس منای سینوس ایکس. خب من اگر رادیکال سینوس x رو بگیرم t، این اگر t باشه خب سینوس میشه t2 دیگه، پس تابع من شد t منای t2. البته من کیو t گرفته بودم؟ رادیکال سینوس رو t گرفته بودم. رادیکال سینوس، خب سینوس بین منفی یک تا یکه، منفیاشو که ولش کن نمیرسی رادیکال. رادیکال سینوس پس میشه بین 0 تا 1، یعنی t من محدودش بین 0 تا 1. حالا فرض کن به توی تابع درجه 2 دادم، دامنش هم دادم، میگم ماکسیموم مینیموم به دست بیار، چه کار میکردی؟ بحرانی به دست میآوردی. مشتق ناپذیر داره؟ نه، مشتق میگیر میذاری صرف یه تی در میاد، سر و ته بازه هم هست جای گذاری میکنی. خب بچه ها یه سوال حل کنم ببینین اون نکته رو. میگه کمترین مقدار تابع سینوس 4 به اضافه کوسینوس 2. من میام کوسینوس 2 رو مینویسم یک منهای سینوس 2، پس تابع من میشه سینوس به توان 4 x منهای سینوس به توان 2 x به اضافه 1. مگه نه اینکه الان سینوس به توان 2 x اسمش میشه t؟ مگه نه اینکه سینوس به توان 2 x اسمش میشه t؟ پس تابع من بوده t2 منهای t به اضافه 1، محدوده t هم که تابلوه بین 0 تا 1، سینوس تو بین 0 تا 1 دیگه. الان یعنی در واقع من این تابه رو دارم، اینم دامنش، مثل همه اون قبلی ها حل میشه. یعنی من میام الان اینجا مشتق ناپذیر که نداره، مشتقش رو میگیرم میذارم صفر، تی میشه یه دو، یه دونه یک دارم، یه دونه صفر دارم، یه دونه یه دوم دارم. من اگر یک رو جایگذاری کنم ایگرگش در میاد یک، من اگر صفر رو جایگذاری کنم ایگرگش میشه یک، من اگر یک دوم رو اینجا جایگذاری کنم ایگرگش میشه 3 چهارم. پس کمترین مقدار این تابع میشه 3 چهارم. ببینید بچه ها، شما این مدل تغییر متغیره رو بلد باشید. حالا ممکنه طراح یه جوری به شما سوال بده سینوس بذار کوسینوس، دامنه رو محدود کنه بگه 0 تا پی دیگه، اینجا هیچ کدوم اون نکته های شما جواب نمیده. عادی باید حل کنی، باید بری بحرانی پیدا کنی، اول بازار رو بندازی، آخر بازار رو بندازی. گفتم زمانی اون نکته ها جواب میده که شما یه دوره تناوبت رو طی کرده باشی. پس الان من میام مشتق ناپذیر نگاه میکنم، اینم نداره، یه مشتق ازش میگیرم میشه کوسینوس ایکس منای سینوس ایکس مساوی با صفر. تنها ایکسی که تو این فاصله دارم پی چهارمه، یه دونم که خودش داده صفر، یه دونم که پی داده، سر و ته بازه. پی چهارم رو بذارم ایگرگ میشه رادیکال دو، صفر رو بذارم ایگرگ میشه یک، پی رو بذارم ایگرگ میشه منفی یک. مینیموم منفی یک، ماکسیموم رادیکال دوه. پس برد این میشه از منهای یک تا رادیکال دو. دیدی اینجا هیچ نکته‌ای من ندارم. یعنی شما همه اون سوالایی که الان نکته برات گفتم اون بالا رو هم میتونی همین کارا رو بکنی، بعضیش سخت‌تر میشه، ولی حواست به این تغییر متغیریه باشه. خب بچه‌ها مبحث بهینه‌سازی رو بهتره که تو کلاس بیام بهت حضوری درس بدم.
فعلا درس نمیدم، حالا ببینید تو کی تعطیل کلاس ها دیگه، فعلا درس نمیدم، مجبورشم درس میدم، فعلا درس نمیدم بهت. بریم سراغ مبحث بعدیش، جهت تقعر. گلابی گلابی گلابی، هیچ نکته ای نداره، قبلا هم دیدی. مشتق دوم مثبت باشه تابع رو به بالاست، مشتق دوم منفی باشه تابع رو به پایینه. همین، میگه تقعر رو به بالا، مشتق دومو بگیر مثبت، میگه تقعر رو به پایین، مشتق دومو بگیر منفی. نگاه کن الان اولین سوال 58 میگه به ازای چه مقادیری از آ تقعر x چار به اضافه ax به اضافه 3 دوم x2 همواره رو به بالاست. آقا تقعر مشتق چندم؟ دوم. بسم الله بزن بریم. این مشتق اول، این مشتق دوم. خب کی یه تابع درجه دو همیشه مثبته؟ موقعی که کی یه تابع درجه دو همیشه مثبته؟ موقعی که دلتاش منفی باشه و آ مثبت. پس من الان باید برم دلتای اینو بذارم منفی. فقط قبلش میتونم یه تقسیم بر سش بکنم که کارم راحت تر بشه. بریم دلتا بگیریم، چون آش که مثبت 4 میشه بی دو 4 آ دو منای 16، پس میشه آ دو کوچیکتر از 4 میشه آ بین منفی 2 و 2، جواب گزینه 4. همین، هیچ کاری نداره. خب اما سبک سوال 59 هم خیلی تو کنکور رشته ریاضی مطرح شده. میگه تقعر نمودار تابع با ضابطه x2 به اضافه 9 تقسیم بر x2 به اضافه 12 در یه بازه رو به بالاست، بی منهای آ چی میشه؟ عدد گذاری که نداریم، باید شروع کنیم مشتق گرفتن. مشتق اولش از اون شبه هموگرافیکاست، آده منهای به سو این بازی ها میشه 3 روی x2 به اضافه 12 به توان 2 ضرب در 2x که میشه 6x به روی x2 به اضافه 12 به توان 2. اما این تازه مشتق اوله. اگر من بخوام مشتق دوم بگیرم، افزگون یه مشتق کسریه، میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان 2 که توانش 4 میشه. بچه ها ما قرار اینو تعیین علامت کنیم دیگه، دقت کنید که مخرج که توانش 4 همیشه مثبت، بس ولش کن، ریشه هم که نداره بدبختن. بریم فقط صورت رو ساده کنیم. صورت رو نگاه کن، تو میتونی از یه دونه 6 x2 به اضافه 12 فاکتور بگیری. از اولی چی میمونه؟ یه x2 به اضافه 12. از دومی یه x اینجا میمونه، یه 2x میمونه، یه 2 میمونه، میشه منای 4x2. الان قرار بین این همیشه مثبت باشه. باز دوباره ببین این بدبخت همیشه مثبته، ولش کن، برو تو اون پرانتزه. یعنی میشه منهای 3x2 به اضافه 12 بزرگتر از 0، یعنی میشه 3x2 کوچکتر از 12 میشه x2 کوچکتر از 4 میشه x بین منفی 2 و 2. یعنی آی من منفی 2، بی من 2، تر بوده بی منهای آ 2 منهای منفی 2 میشه 4، یعنی جواب گزینه 2. خوراک کنکور بود یه زمانی. سوال شماره 60 یکی از رومخترین سوالاتیه که اینجا وجود داره. میگه نمودار تابع با این ضابطه در بازه 0 تا 2 پی در کدام بازه نزولی و تقارش رو به پایینه؟ خب ما تو گام اول باید مشتق رو بگیریم، میشه 2 تا کوسینوس x ضرب در منفی سینوس x به اضافه 2 تا سینوس x که میتونم از یه دو تا سینوس x فاکتور بگیرم، میمونه منهای کوسینوس x به اضافه 1. برای مشتق دوم گرفتن قبل از هر کاری یواشکی اینو بنویس منفی سینوس 2x. حالا که میخوایم مشتق دوم رو بگیریم میشه منفی کوسینوس 2x ضرب در 2 به اضافه 2 تا کوسینوس x.
ما الان ایگرگ پریم و ایگرگ زگانه اون به دست اومد. بخوام بریم تعیین علامت کنیم که اذیت میشیم. مثلا من میام ایکس رو میذارم 5 پی 6 شم. بچه ها 5 پی 6 شم یعنی 150 درجه تو گزینه 1 هست، تو گزینه ارزم به خدمتتون 3 هم هست، توی 2 نیست، توی گزینه 4 هم نیست. اگه 5 پی 6 شم بذارم ایگرگ پریم من میشه 2 ضرب در 1 دوم ضرب در رادیکال 3 دوم به اضافه 1. 5 پی 6 هم ایگرگ پریم